سلام، خوش اومدین به 219مین شماره از روزنامه ی توپ. امروز یک شنبه 22 مرداد ماه، به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. مخالفت دست جمعی پرسپولیسی ها با بازگشت یک ستاره. آل کثیر بایکوت شد. طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر بازگشت عیسی آل کثیر به پرسپولیس مطرح شده. در همین رابطه هرچند یحیی گل محمدی به دلیل نیاز به یک مهاجم چندان نسبت به بازگشت آل کثیر بیمیل نیست، اما هوادارای پرسپولیس جزو مخالفان اصلی بازگشت اون هستند و با تشکیل یک کمپین به صورت جدی از درویش درخواست کردند حتی به بازگشت این بازیکن فکر هم نکنه. پیراهن پرسپولیس گران‌ترین لباس ایران. کیت تازه پرسپولیس از سوی مجید به فروش گذاشته شده و در حالی که هواداران این تیم امیدوار بودند عرضه لباس با کیفیت متفاوت و ارقام مختلف صورت بگیره، اما این اتفاق رخ نداده. تولیدی مجید لباس اصلی و ذخیره رو با قیمت 3 میلیون تومان به فروش گذاشته تا پیراهن سرخپوشان گرون‌ترین لباس این فصل فوتبال باشگاهی ایران لقب بگیره. پیشنهاد 2000 میلیاردی ساکت برای حق پخش. محمد رضا ساکت، مدیر عامل باشگاه سپاهان و نماینده باشگاه‌ها در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، طی نامه‌ای به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی در خصوص تحقق حق پخش تلویزیونی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال را ارائه داد. در این پیشنهاد ذکر شده پرداخت مبلغ 2000 میلیارد تومان در فصل جاری توسط صدا و سیما از طریق درآمد حاصله این سازمان را خواستاری. توافق پنهانی نکونام و باشگاه استقلال. خبر ورزشی مدعی شد که جواد نکونام و باشگاه استقلال در روزهای گذشته به طور پنهانی توافق کردند که پرونده حضور خارجی‌های جدید در استقلال بسته بشه. با این شرایط عملاً امکان حضور خارجی‌ها در استقلال به دلیل مشکلات مالی باشگاه و عدم حضور این تیم در آسیا منتفی شده. اقدام جالب شجاع برای بازی با پرسپولیس. شجاع خلیلزاده که رابطه صمیمانه ای با یحیی گل محمدی داره، تصمیم گرفته پیش از شروع دیدار با پرسپولیس به سمت نیمکت قرمزا رفته و از یحیی گل محمدی رخصت بگیره. گفتنی است بعد از بازگشت شجاع از قطر و پیوستنش به تراکتور، هوادارای پرسپولیس به شدت از دست خلیلزاده ناراحت شدند. اما یحیی برخلاف سایر پرسپولیسی‌ها در یک استوری برای اون آرزوی موفقیت کرد.